موضوع انتخابات در خانواده ها مطرح می شود. الو، سلام علیکم. بخش خانواده صدا و سیمای جمهوری اسلامی. من ماسبندی، خبرنگار واحد مرکزی خبر هستم. همونطور که اصلا شما نمیدونید که من یه خبرنگار هستم و من هم اصلا نمیدونم که شما یه خانواده اونجا هستید. شما اصلا در جریان نیستید که قرار من با تون مصاحبه کنم. خیلی طبیعی و اتفاقی زنگ خونه شما رو زدم. اصلا نمیدونم درباره چی میخوام با شما مصاحبه کنم. شاید انتخابات، شاید. لطفا خیلی طبیعی در رو باز کنید. اصلا من هم نمیدونم که در خونتون از کدوم بره. خب همینجوری اصلا خوردم به دیوار. در خونتون از کجا بود؟ بچه ها یه خورده سریع تر، همین یه دونه خونوار رو پیدا کردیم ها، خرابش نکنید. برو آقا جون، برو. خانم ارزمندی، شمایی؟ شما اومدید مصاحبه درست کنید؟ بابا از صبح تا حالا 10 تا خبرنگار اومدن با این خانواده مصاحبه کنن. من خب سریال درست کنیم حالا. بس حالا نداره، بیاین تو. بیاین تو دیگه چیکار کنیم؟ همین یه خانواده است دیگه. به 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 به، عجب خونه قشنگی دارید شما. این حوزه انتخاباتی میمونه. واقعا عجب خونه، همه قیافاتون هم که انگار مهر انتخابات خورده. به 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 به، عجب خانواده سبزی، چه حضور بانشاتی در عرصه انتخابات دارید. بله آره. حالا نه اسمی نه کوچه فهمیدم. من که قرار بود اینا رو نشناسم که این نداره. حالا بابا یه فعالیت انتخاباتی بکن بفهمیم زنده ای تو اصلا. احسن احسن، واقعا عجب خانواده انتخاباتی. ببینید من از طرف صدا و سیما مزاحمتون میشم، اومدم از طرف صدا و سیما به شما خانواده انتخاباتی بگم که جان مادرتون به رای بدید. یه رای بدید دیگه بابا. یعنی چایی بریزیم بابا؟ چی؟ چایی بیارم؟ بابا جان اینو قرار نبود الان بگه که، چرا الان گفتش؟ بابا چایی بیارم باید آخر برنامه میگفتی. ببین هر نمیخواد داری چایی بیاری. الان عرفی ترین وظیفه هر نفر این است که رأی بدهد. شما بشین، من میرم چایی میارم، شما فقط رأی بده. بابا غلام، بابا خیلی مصنوعی شدی ها. بابا مثلا اومدیم سرزده از انتخابات از اینا مصاحبه بگیریم و او در جورابش هم باشه، داره روزنامه هم میخونه. خیلی دیگه داره مصنوعی بازی میکنه، یخ دو ذوق میزنه. داستانی شده، خودت خندت نمیگیره؟ البته شدیدن نه، ولی گاهن چرا. ولی من که شدیدن خندم میگیره. عجب بابا، بلش کن بلش کن. من اصلا مصاحبه تو به عنوان یه پدر پیرو به ولی فقیه چه کاری میتونی برای آینده بچه‌هات بکنی؟ سعی میکنه فقط بچه ها رو آگاه بکنیم که رأی بدن. حالا انتخاب با خودشونه، چون به هر حال ارتباط جمعی هستن، خودشون اطلاعات کافی دارن، سواد و عاقل و بالغ هم هستن. بله پدرهای بیننده، لطفا از این پدر رأی ریز یاد بگیرید. بچه های عاقل و بالغتون رو در برابر دو گزینه قرار بدید، یا رأی بدن یا اینکه تا جایی که میخورن همچین بزنید در و داغونشون کنید یا از ارث محرومشون کنید. آفرین به بهترین بابای دنیا. آقا بابای منم مثل این بود، الان رئیس صدا و سیما بود. خانم ارزندی، شما هم باشه برو یه مصاحبه بکنید، تکونی بخور، فعالیت انتخاباتی بکن لااقل. برو. چی میکنید؟ با سلام به امام راحل، من به عنوان پسر خانواده دارم مطالعه میکنم. یه کتابی هستش که نوشته چگونه میتوان با رای دادن زندگی آرامی داشت. الان تموم شده. تموم شده. الان چیکار میکنی؟ الان شغل اصلی من رای دادنه. من رای منتظر میشم تا روز انتخابات برم رای بدم. تا اون موقع هم که شب و روز میخورم میخوابم تا روزش برسه. خب چه خبر؟ از حال و هوای جامعه خبر داری؟ جامعه؟ نمیشناسم. من فقط انتخاباتو میشناسم که اونم حال و هواش داغ داغه. حتی هنوز خیلی داغ نشده شده؟ آره داغ داغ داغ، اصلا بعضی جاش داره میسوزه، اصلا یه سری جاش هم داول زده. خاطر همین من میخواستم به همه جوونا پیام بدم که اگر میخواین جاش داول نزنه بهتره بریم رای بدیم.
بیان نگون عزیز سرنوشت کشور و احساس مسئولیت رو چه حضور سبز و نه حضور آبی و قهوه آقا این حرفا رو برسون آقا یا روز جمعه دست خانوادت رو بگی یه هوایی تازه کن یا کنار صندوق اصلا آقا مشکل میز بندازون به همون کاغذ بستنی بچه تو بنداز تو صندوق رد تو فقط بیا یه جوری بیا ما فقط فیلو تو بگیریم واقعا چقدر طبیعی بود واقعا چقدر طبیعی هر کسی این فیلم رو ببینه آقا تنها با کنشش اینه که بیاد رای بده من هم چون این فیلم رو دیدم همه میرم رای بدم همه میرم رای بدم همه خب آقای عظما همونطور که در جریان هستید همه کاندیدای انتخاباتی واسه خودشون یه رنگی رو انتخاب کردن آقای میرحسین موسوی سبز اون یکی یشمی اون یکی راه اون یکی هم نه هر کی رنگ انتخاب کرده ما هم رنگ انتخاباتیمون رو گذاشتیم صورتی امروزی خیلی به شما میاد دلم میخواد شما هم با ما صورتی بیایید من خاطر خواستم یه فیلم ما و ترانه های تبلیغاتی درست کنیم که پخش کنن بعد این بیشتر که انتخاب میکنه خود شما هستید بنابراین تصمیم گرفتیم که این ترانه تبلیغاتی رو بریم نزد خود شما اجرا بکنیم اسمش هست عظما صورتی امیدوارم که از این ترانه خوشیم بریم ترانه عظما صورتی بلوار بلوار نشونه اون نشونی یادت آمد و دیگه عباس نشونی گفتی این بابا نبود دوای دردمونه اما این بابول داره نظام میباشونه عثما صورتی به نبار بابی این من تری و بازه چی بابی تو ندارم نشون با این مگز خوش حال تو جا بیارم تو بارج زهر ماری تو دنیا جا نداری همش یه جا نشستی دماغ تو میخوری بابا اون محبوب ریز و رها کن یا اینجا دوش ناش و سما کن از اون اول همه شوتات خطا بیا مرم به شوت بازم خطا کو بیا مرم به شوت بازم خطا کو عثمان صورتی دل ما رو بردی این منطقی رو بازه چی آوردی عثمان صورتی دل ما رو بردی این منطقی رو بازه چی آوردی عثمان صورتی دل ما رو بردی